خانم ها و آقایان سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه. انشالله که خوب و خوش و خرم و سلامت و تندرست هستید. من ارادتمند شما هستم، ستار دلدار، از جنوب کالیفرنیا، از استدیو تلویزیون پارتس، تلویزیون ملی پارتس در لس آنجلس با شما صحبت میکنم. مذاکرات صلح غزه و حماس تقریبا باز به جایی نرسید و میشه گفتش که به گونه شکست خورد و دو طرف سعی میکنن که از مواضع خودشون پایین نیاند. باز صحبت از یک قحطی بزرگ در منطقه، چون اسرائیلیا به یه منطقه امن حمله کردن و در واقع از اونجایی که کمک های انسان دوستانه میمد رو بستن با این حمله و اردن هم بهشون شدیدن حمله کرد، نه این که حمله نظامی، حمله مثل گفتاری، یعنی متهم کرد، یعنی در واقع به گونه محکوم کرد. ولی آقای نتانیاهو کار خودش میکنه، به این حرفا گوشش بدهکار نیست. یک مشکلی که از اینجا من خیلی میخوام اینجا سریع بگم، من میبینم بعضی از دوستان، بعضی از نه هموطنان یهودی، با چرا اونا من بینشون هست 100%، ولی که اکثر این یهودی های صاحب نام و بزرگ از آقای نتانیاهو حمایت میکنن. خیلی خوب، بعضی هم آقای نتانیاهو محبوبیت داره که من اونو شک دارم انتخابات برگزار بشه، به نظرم نمیاد به توی هیچ وقت هم نتونسته با اکثریت آران و قصد وزیر بشه، همیشه با ائتلاف با بقیه حزب و گروه ها نخست وزیر شده. اما یه چیزی میخوام اینجا اشاره کنم، محبوبیت هیتلر بیشتر بوده یا نتانیاهو در میون مردمش؟ اصلا قابل قیاس نیست. محبوبیت هیتلر در مقابل مردم آلمان شاید 1 به 10 باشه در مقابل نتانیاهو. بابا اصلا مردم اینو جلوی هیتلر تعظیم میکردن، سلام، هرچی میخوام، مثلا اول اصلا با هیتلر شروع میشد زندگیشون، آرزوهاشون، برنامه هاشون فقط هیتلر بود. دیدید چی شد؟ دیدید؟ آقای نتانیاهو هم داستانش به اون سمت داره میره، چون فکر کنه الان همه دنیا، مخصوصا دنیای غرب ازش حمایت نمی، نه که حمایت میکنن، نمیتونن حمایت نکنن، داره یک تاخت و تاز میکنه، یک تازی میکنه. ولی من همیشه نگرانم اون زمان ها میگفتن آقا هیتلر خب یک کشور، رهبر کشور غربیه، نمیدونم با ایتالیا و اون متحده. جریان همین امروز هم نگاه میکنم، اسرائیل با تمام کشور غربی یه جوری شد که خود آلمان ها از هیتلر متنفر شدن، تمام دنیا متنفر شد. من جریان آقای نتانیاهو، آقای بیبی رو اینجوری میبینم، برای 100 خورده نفر ببین چی کار داره میکنه که نجات ها نتونسته، 34,700 نفر کشته که 100 خورده نفر آدم آزاد کنه، اونم نتونسته، بعد 5 ماه نتونسته. این همه خرج، این همه اسلحه، این همه آدم کشی، وضع خود اقتصاد اسرائیل هم بالاخره رو فشار رو مردمه، نتونسته 100 تا آدم آزاد کنه. نمیتونم، چون روزی که اونا پیدا کنن اسرائیلیا بخوان به اونجا برسن، اونا همه اونا رو کشتن. اینا که وانست که اسرائیل بیان آزاد کنن، که لابد 10 نفر با اسلحه پشت سرشون واسده، صدای پا بشتمن شلیک کردن. به هر حال این داستانش یه چیز دیگه است خانم آقایا، داستان آقای نتانیاهو، گروگان ها، نمیدونم اینا، یه چیز دیگه است. هنوزم نیومدن بگن اسرائیلی آقای نتانیاهو بگی چجوری شده یه سری آدم به نام حماس اومدن از مرزها راحت اومدن توی خاک اسرائیل، 1200 رو کشتن رفتن. اصلا چنین چیزی نیست. من اینجا که نشستم مطمئن هستم، توی این استودیو مطمئنم حتما شنوت هست،
میکروفون است. من خودم تجربه کردم، تجربه کردم، حقم دارن، قانونم هست. تو آمریکا قانونه که میتونن همهشون میتونن روزی 8 میلیارد نامه رو فقط اینا اسکن میکنن، همه نامه‌ای که خونه‌های شما میاد اسکن میکنن نگه دارن، اگه یه روزی اتفاق میفته اسم شما مواد بالا میره تمام اون حتی نامهاتون هم در میارن. و قانون هم هست که میتونن تلفن های شما شنود کنن. اینجا که یه تلویزیون دیگه اصلا بحث نداره که شنود میکنن. چطور روی آسمون شما، من در خونه اومدم داشتم بند کفشمو میبستم، برید گوگل ببینید عکس من در خونم دارم بند کفشم میگردم تو گوگل هست. اونم نه از بالا که بگم با ساتلایت گرفتن، از مقابل، یعنی جلوی خونه من جنگله، از تو جنگل صاف آدرس خونه منه که بخواید پیدا کنید این عکس میاد که من دارم بند کفشم میگردم از مقابلی. اون موقع اسرائیلی ها نمیدونستن که حماس داره میاد، با چت میان، نه با کایت میان، با فلان میان، نه میدونستن. این یه برنامه عظیمیه، فقط این خدمتون بگم. دوم مسئله که میخواستم با تو صحبت کنم در مورد یه خبر دیگه بودیش که این آقای نصیری که قبلا میشه که سردبیر روزنامه کیهان اصلاح طلب هست، گفته که ائتلاف رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی با آقای تایزاده. یا قمر بنی هاشم، اصلا من نفهم داستان چیه. همین جریان اسرائیل غزه هم نمیدونسته، واقعا هیچ کی نمیدونه. حالا این اومده میگه آقا ائتلاف تایزاده، مصطفی تایزاده که الان تو زندانه با شاهزاده رضا پهلوی که تو واشنگتنه، و این ائتلاف بهترینه. بعد آقای نصیری هم نمیگیرندش. یعنی کسایی میگن که یارو از خونسای خونسا تایزاده تو زندانه، چجوری با رضا پهلوی ائتلاف کنه؟ سر مردم دارن گرم میکنه. نه بعد این داستان آخر، داستان مهسا شاکرمیه، این مستند که بی بی سی ساخت واقعا یه چیز فوق‌العاده‌ای بود. از نظر حرفه من این نگاه میکردم خیلی زحمت کشیدند. و البته خود بی بی سی مثلا فکر کن اینجا تلویزیون و پارس نمیتونه چنین چیزی بسازه، خود بی بی سی هم نمیتونه بسازه. اون چیزی که باعث شده این مستند که من میگم خیلی عالی بوده ساخته شده، دستگاه های اینتلیجنس سرویس انگلیس بودن، اونا بودن که اطلاعات امنیتی رو گیر آوردن، آدم های امنیتی رو گیر آوردن، مدارک جور کردن دادن از بی بی سی. یعنی دولت پشت سر این مستند بوده، اینتلیجنس سرویس انگلیس. ولی هرچی بود قشنگ بود. من سخن کوتاه میکنم چون جناب آقای افتخاری امروز در خدمتشون هستیم. بیژن خان افتخاری، نازنین رفیق همکاری که من واقعا خوشم هم از صحبت آقای افتخاری، همین که هر وقت که من گیر میفتم، نمیدونم مشکل هست، مشکل کاری ها، یعنی مثلا نمیتونم بیام، مسافرتم، هر جوری باشه خودشو میرسونی جای منو پر میکنه. خودشونم که همیشه جاشون پره، یعنی هیچ وقت غیبت نداشته تا حالا آقای افتخاری، همیشه جاش پره. بریم پیمان رو ببینیم، بریم سراغ جناب آقای بیژن خان افتخاری، با ما باشید. Prestige, honor, excellence. These are the attributes of the ideal attorney who is sought out by their peers and clients alike. The National Association of Distinguished Counsel has selected the top 1% of practicing professionals in the legal industry through the most extensive and rigorous research process available. Candidates are nominated by their peers and identified by a team of trained researchers. Nominees' qualifications are scrutinized by a thorough review process. They are vetted by a panel of attorneys with podium status from independently neutral organizations. Finalists are selected by a judicial review board as exhibiting virtue in the practice of law. The result is an elite class of advocates. This attorney has earned designation as the top 1%. رستوران و سوپر یگانه،
یگانه محلی در سن حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می کند و هم ساندویچ های سرد و گرم در کنار شیرینی های ایرانی با قهوه و کاپوچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانوی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استیونز کریک بولوار. تلفن 408-666-1229. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن‌حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دیجی. تلفن 408-866-6400. صدف یکی دیگر از بهترین های خود را به شما معرفی می کند. صدف ثینز یا نانهای ترد و نازک صدف در سنو، سسامی سید، آلمند و فلکس سید، بدون شکر و بدون پرزرواتیو، خوشمزه، مغذی و سالم. حتما امتحان کنید. صدف ثینز یا نانهای ترد و نازک صدف برای تمام اوقات. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. دایموند، پرستیج و زیبایی، همه در مجموعه جواهرات دیوا آف لاهایا، کلکسیون استثنایی برای عروس خانم‌ها و شاهدامادها، خرید طلا، تعمیر جواهرات، قیمت‌گذاری، نمایشی از بهترین ساعت‌های مشهور جهان. آدرس 3911 استیونز کریک بولوار، سانتا کلارا. تلفن تماس 408-241-3755. گل فروشی و هدیه سرای هارمونی. گل‌های زیبا با چیدمان حرفه‌ای ویژه مناسبت‌های گوناگون. تلفن 408-229-3113. آدرس ساراتوگا روبروی قنادی بی بی جنب استارباکس در شهر سن‌حوزه. هارمونی. سوپرمارکت کوپرتینو و رستوران پرژن کباب در خدمت هموطنان عزیز. ارائه انواع مواد غذایی، میوه و سبزیجات تازه، کباب داغ و انواع غذاهای خوشمزه اصیل ایرانی. بهترین کباب از ما، امتحان از شما. کیترینگ مهمانی ها و مجالس شما پذیرفته می شود. تلفن 408-257-1900. آدرس 7335 بالینجر رود در شهر کوپرتینو، شمال کالیفرنیا. انور بازار اینک با مدیریت جدید ایرانی در خدمت شماست. انواع گوشت و مرغ حلال، میوه و سبزیجات تازه، لبنیات و انواع سوسیس و کالباس، خشکبار و تنقلات ایرانی و افغانی، برنج و چای در برندهای متنوع، نان بربری تازه هفت روز هفته، کباب داغ جمعه، شنبه و یک شنبه ها از ساعت 11 صبح. آدرس 2626 یونیون اونیو در شهر سن‌حوزه. تلفن 408-559-6175. با سلام مجدد برمیگردم به خانه‌های پر از عشق و محبت و صفا و پاکی و یکرنگی شما خانم و آقای ایرانی، هموطن بسیار بسیار عزیز گرامی. عرض کردم که دو تا مسئله خیلی برای من عجیبه و فکر کنم یه مسئله دیگه هم برای خود آقای افتخاری عجیبه. اول بذارید آقای افتخاری رو بیاریم روی خط، روی ایر و خدمتشون عرض سلام بکنیم، احوالشون رو بپرسیم. سلام است که آقای افتخاری، خوبی آقا؟ البته من صداتون رو تو استودیو ندارم ولی میدونم گفتید که سلام منو جواب دادید، میدونم حتما. شما جواب آره صداتون قربونتون برم.
جناب دمیدار، خوشحالم در خدمتتون هستم و درود میفرستم به بینندگان عزیز تلویزیون پارس. ما هم به شما که درود فرستادیم و سلام هم فرستادیم. آقا افتخاری، دو سه تا مثلا دلم میخواد، یکی شاهکرمیه، یکی شاهکرمیه، یکی جریان این بودجه سپاه، ولی قبل از اون دلم میخواد شما در مورد این خبره، من چند تا تفسیر مفصلم دیدم، مثلا فرانس پرس دیدم یه تفسیر مفصل، دویچه وله یه تفسیر مفصل نوشته بود، بی بی سی فارسی، همه اینا مرتب فارسی بودن قبلا، هم دویچه وله سایت فارسیش، هم فرانس پرس سایت فارسیش، هم بی بی سی سایت فارسیش، یک تفسیر و خبر و مفصلی در مورد ائتلاف شاهزاده رضا پهلوی و تاج‌زاده گفتن. البته خود دفتر شاهزاده رضا پهلویش کامنتی نداده، هیچ اظهار نظری نکرده. نظر تو در مورد این چه بازیه دو مرتبه؟ به عرضتون برسونم که من شک ندارم این یک طرح تهیه شده توسط وزارت اطلاعات. این آقای نصیری از مدتی قبل در داخل شروع کرد به انتقاد کردن و انتقادات ناجوری هم میکنه. بله، خب بهش گفتن تو باید یه چهره‌ای بگیری که حرفت مورد توجه قرار بگیره، بنابراین ایشون کارت سفید داره از وزارت اطلاعات که انتقاداتی بکنه. اما در مجموع حرکت ایشون این استش که اگه قرار خبری هم بشه از طریق اصلاحات بشه، یعنی ارکان نظام رو به هیچ وجه باش کار نداشته باشی. در نهایت این استش که یک ائتلافی به وجود بیاد و با این ائتلاف یه سری اصلاحات اساسی در قانون اساسی بشه و خب شاهزاده رضا پهلوی هم که از قبل علاقه خودشونو به اینجور امور نشون دادن، بنابراین خیلی خوبه که آقای تاج‌زاده و آقای شاهزاده با هم بشینن یک اپوزیسیون درست بکنن و بیان و یه اصلاحاتی هم انجام بدن. این هم چند تا مطلب داره، یکی این که تلاش برای این هست که سر مردم گرم بشه. من بیشتر اینجوری اول نکته اولتون بیشتر قبول دارم، سر مردم رو گرم بکنن، بازی تازه. بله، این برای اینکه میدونن در درون جامعه چه خبره و چه جوششی به وجود آمد، بنابراین یه مقداری این امید رو ایجاد کنن که حالا فعلا بشینیم تو خونه بذار ببینیم که بین شاهزاده و تاجزاده چه اتفاقی میفته. چه وضعی هم پیدا کردن، زاده و زاده، تاجزاده و شاهزاده. بله، خب از این طریق یک مقداری نسبت به حرکت‌های اجتماعی میتونن کنترل ایجاد کنن. حالا برای من که ثابته که جناب شاهزاده اهل هیچ نوع سازماندهی و رسوندن کار به یه کار جدی نیستن، بنابراین حتی اگر یه همچین اتفاق بیفته، حتی اگر مثلا تقاضا بشه که آقای تاج‌زاده بیاد بیرون یا ترتیب ارتباط ایشون از درون با آقای شاهزاده هم داده بشه، قرار نیست کار خاصی بشه. ببینید، برای سپاه پاسداران جناب شاهزاده با صحبتهایی که کردن و ابراز علاقه و تفقدی که به سپاه و بسیجی ها کردن که نمونش خیلی زیاده، از جمله فرمودن که اگر بسیجی به خواهر شما تجاوز کرد دیگه شما دوباره انتقام نباش، چون تو انتقام بگیری بچه اونم میخواد از شما انتقام بگیری، برای این یه جا خاتمش بدیم. حالا درست غلط من قضاوت نمی کنم، ولی به هر حال پیام های خوبی داره. یا گفتن که حالا یکی پیام های شاهزاده رضا پهلویه، نه؟ بله، این صحبت های
شاهزاده رضا پهلویه. بله. یا فرمودن که اگر کسی زده یه کسی رو کشته، حالا دیگه دنبال انتقام نباشید دیگه، برای اینکه شما میزنه اونو میکشی، بعد پسر اونم میخواد بیاد شما رو بکشه، بعد همینطور ادامه داره. و از این طریق ابراز محبت کردن به سپاه و بسیج. خب الان این میتونه یک لایف لاین باشه، یک تناب نجات باشه برای یه عده در درون نظام، که خب اگر بس خیلی بد شد، قرار شد مردم انقلابی بکنه، و انقلاب مردمی مفهومش اینه که ماها رو از تیر چراغبر آویزون خواهند کرد، اقلا یه زاپاسی داشته باشیم که در یه شرایط لازم اصلا بزنیم آقای خامنه‌ای رو بکشیم مثلا، یا فراریش بدیم گفتیم مرده، و بعد کنترل رو به دست بگیریم به توسط آرام کردن اجتماع توسط شاهزاده. برای این چیز خیلی پیچیده ای نیست که ما بخوایم حالا از توش داستانهایی دراریم. برای من مهم اینه که این مهم نیست که نظام بشینه نقشه بکشه، نظام هر روز داره نقشه میکشه به عمر نابابرک خودش اضافه بکنه، اما برای مهمه که ببینم جناب شاهزاده با این موضوع چجوری برخورد میکنن. یعنی اون روزایی که می نشستن و می فرمودن که من با سپاه ارتباط دارم، با بدنه سپاه ارتباط دارم، با فرماندهانش ارتباط دارم، با آخونده ارتباط دارم، امروز اون موضوع به چالش گرفته شده که خب این ارتباط شما داره به این حالت در میاد که اونا دارن برای شما نقشه می کشن که شما بشی محلل بین اینها اگر زمین بهشون تنگ نشست و فشار بهشون مد. حالا شما چی میفرمایید؟ دیگه الان به نظر میرسه که توپ در زمین جناب شاهزاده است. آیا سکوت میکنن طبق معمول و این زیر سیبیلی میخوان رد کنن، زیر سیبیلی مبارکشون رد کنن، یا اینکه میخوان اصال نظر بکنن؟ نه نمیکنن. آیا بفهم نمیکنن جناب افتخاری، اصال نظر نمیکنن، سکوت کردن. بعد یه چیز عجیبی که من آقای افتخاری توی ماجرا میبینم، خاطرتون هستش که قبل از همین ماجرای مهسا زن زندگی آزادی، فائزه رفسنجانی آزاد بود و یه جایی تو مصاحبهاش گفته بود که ما باید توجه داشته باشیم به موقعیت رضا پهلوی در ایران، شرایط این که ما بفهمیم، یعنی این شرایط کاملا مشخصه، میفهمیم که شاهزاده رضا پهلوی در ایران طرفدار داره، پس چرا از این به اصطلاح کاراکتر، از این آدم، از این سمبل استفاده نکنیم برای اینکه در واقع بتونیم یه اتحادی در داخل کشور به وجود بیاریم. حالا همین صحبت حافظه رفسنجانی رو که قبلا دو سال پیش سه سال پیش کرده که شاهزاده رضا پهلوی رو ما دیگه میدونیم تو ایران طرفدار داره، پس چرا ازش استفاده نکنی؟ الان نوبت اینه جمهوری اسلامی اینا تکرار میکنه. خیلی برای من جالبه، خیلی خیلی این همونطور که فرمودی بازی مضحک عجیب و غریبی است. و تعجبم شما فرمودید، منم تاکید کردم و تایید کردم که شاهزاده رضا پهلوی پرسید جواب توضیح میده نداده. خدمت عرض کنم بی بی سی باش تماس گرفته سکوت کرده، دویچه وله باش صحبت کرده سکوت کرده، همه سوال کردن ازش این جریان چیه، اصلا نظر نکرده. بله من تصورم این هستش که ایشون یا صحبتی نمی کنه و یا اگر صحبتی بکنه مثل طبق معمولی صحبت دو پهلو که باید بشینیم و رمل و استرلاب بندازیم که بالاخره نظر ایشون چیه. و البته یه سری اطرافیان ایشون داره که اونا تفسیر میفرماین فرمایشات ایشون رو، ولی روشن و واضح که مثلا نمیدونم اگه به شما بیان بگن آقای دلدار شما بیا با آقای تاجزاده نشستی بکن، من شک ندارم خواهید گفت که برو این دام بر مرغ دگر نه. صد درصد
از شکر کنم من که کاره ای نیستم به من بگن، من میگم آقا معذرت خواه بذار با زندگی اونو بکنی. بله درست. این هستش که من در این چارچوب میبینم نوعی سرگرمیست دیگه. ببینید در ماجرای مهسا نظام غافلگیر شد و برنامه‌ای نداشت که اگر موضوع مهسا به وجود بیاد، یعنی پیشبینی نکرده بود که یه کارای به اصطلاح یک تعللی به وجود بیاره، یه چیزای سرگرمی به وجود بیاره. امروز حواسش هست و میدونه ماجرای مهسا که البته در بخش‌های بعدی بهش خواهیم پرداخت تکرار خواهد شد در ایران. بنابراین یکی از راه‌هاش این هستش که یه سری کانال‌های انحرافی ایجاد کنه. دیدید سیلی که قرار بیاد میرن در مسیرش یه سری کانال‌ها می‌کشن که این سیل وقتی میاد وارد اون کانال‌ها بشه و در نتیجه قدرت خودش رو از دست بده. این هم یکی از اون کانال هست، یک نوع سرگرمی که از توش هیچی در نمیاد ولی خب الان یه در رو مشغول میکنه، یه ده تفسیر میکنن، در بی بی سی میشینن توضیحات کافی میده، از زمان ناصرالدین شاه فکت میارن که باید این کار رو کرد اون کار رو کرد، مردم هم مشغول میشن دیگه. البته مردمی که من عرض میکنم یک درصدیست که خیلی مسائل سیاسی رو به اون صورت تغییر نمی کنم ولی سرگرمی خوبی میشه. حالا یه جام در کلاب هاوس چهار نفر میشینن فحاشی میکنن، دو نفرم دفاع میکنن، خب سرگرم میشه دیگه. همین من در این حد میبینم. به نظر من جامعه ما حداقل جامعه ای که کار سیاسی یا موضوعات سیاسی رو بسیار جدی دنبال میکنه دیگه باز گول این حرفا رو نمیخوره که حالا از اتحاد شاهزاده با نمیدونم آقای مهتدی و نمیدونم اسماعیلیون و خانم مسیح علی نژاد و اون خانم نازنین بنیادی و خانم شیرین عبادی و اینا اونطوری سرگرم شد یه مدت، خیلی هم عالی بود، سرگرمی خوبی هم بود، وکالت هم دادیم و گرفتیم و عجب وکالت هم دادیم و گرفتیم. شما خوب وسط شما خوب وسط کنایه میزنید ها، نه فکر نکنم ما حواسمون نیست ها. آخه یه گوشه از این شما بفهمید که درست نیست، یعنی این عرایض من اتفاق نیفتاده و چیزای جدیدیست من دارم میگم. این دیگه همه دیدن دیگه. اینم دومیشه. حالا به مرورم خواهید دید، یادتون یه روز من دعوت کردید اون اوائل که آقای جریان اسرائیل چیه و من به شما عرض کردم که اسرائیل آقای نتانیاهو میدونسته یه همچین اتفاقی قرار بیفته، از خدا میخواسته یه همچین اتفاقی بیفته، چون تنها به واسطه جنگی که میتونه سر قدرت باقی بمونه و پرونده های کراپشنش رو عقب بندازه. در شرایط جنگی هم معمولا میگن آقا کابینه رو عوض نکنید بذارید کارش رو ادامه بده. اون روزها خیلی ها به من گفتن آقا نه اسرائیل اینطوری نیست، آقا آقای نتانیاهو بسیار مردمش رو دوست داره. حالا دیدید دیگه به مرور دیدید حتی سه تا از این گروگان ها فرار کردن اومدن با زیرپیرنی سفیدشون هم نشون دادن زدن کشتن. یعنی اینطوری نیست که ما خیلی دوست داریم داستان های فری تیل بشنویم و داستان های خوش انجام. الانم همینه، اینم هم یه نوع سرگرمیه برای اینکه من و شما وقت اونو بذاریم روی این موارد بحث کنیم، بعد چهار نفر دیگه بیاد بگه نه آقای افتخاری اصلا اینطوری نیست که، موضوع یه جور دیگه است و شاهزاده نمیدونی چگونه داره در درون نفوذ میکنه و ما مشغول بشیم که آیا نفوذ میکنه نفوذ میکنه. چند سال دیگه هم بگذره دیگه، این اون داستان است که من اینطوری میبینم. حالا آقای افتخاری اجازه بدید که پیام ها رو ببینیم که بریم دنبال این ماجرای دیکا شاکرمی که واقعا به نظر من یک کار بی بی سی، یک کار گفتم که یک همکاری سازمان جاسوسی انگلیس اینتلیجنس سرویس و بی بی سی با هم یک چیزی درست کردن که واقعا ما جامعه ایرانی تکون داد، حالا نمیگم دنیا رو، ما رو تکون داد.
واقعا کارشون خوب بود. بریم نظر جناب عالی چیه، پیام رو ببینیم برمیگردیم. Insurance companies and big business have attorneys working on their side. You should have an attorney on your side too. We have successfully prevailed against big business and every major insurance carrier. We know what it takes to win. We have cutting-edge legal research software providing us with immediate access to the most recent changes in the law which could affect your case. We're a modern paperless law firm. Our top-of-the-line case management system allows us to flawlessly manage your case from inception to conclusion. Our phone lines are available 24/7. All emergency inquiries are handled right away. Our clients have access to texting, email, and phone call to our entire staff. We believe in justice. We believe in advocacy. We believe in competent attorney representation at no cost to you. Whether your injuries are minor or catastrophic, or you've suffered the loss of a loved one, we're here for you because your injury is our fight. بازار مدیترانه از کایلی بولوارد روبروی قنادی بیژن به شماره 4360 استونز کریک بولوارد روبروی هاندای استونز کریک جنب ران تیبل پیزا نقل مکان کرد. بازار مدیترانه مثل همیشه با بهترین مواد غذایی و تازه ترین میوه‌جات و سبزیجات در خدمت شماست. در بازار مدیترانه نداریم نداریم. رستوران و سوپر یگانه. یگانه یگانه محلی در سن‌حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می‌کند و هم ساندویچ‌های سرد و گرم در کنار شیرینی‌های ایرانی با قهوه و کاپوچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانوی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استونز کریک بولوار. تلفن 408 666 1229. دکتر جمشید ایرانی، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و ایالت نیویورک، انجام کلیه امور مهاجرت از جمله گرفتن گرین کارت از طریق ازدواج، فامیلی، پناهندگی و جلوگیری از اخراج، اخذ ویزا از طریق کار و سرمایه گذاری، انتقال قانونی پول بر اساس قوانین اوپن، تنظیم قراردادها و ثبت شرکت‌های تجاری و بازرگانی. با دفتر دکتر جمشید ایرانی با تلفن 212-683-7700 تماس بگیرید. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم. کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم. و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. شهرت و موفقیت بختیاری آتو گروپ نتیجه عرضه بهترین اتومبیل‌ها و قیمت‌های استثنایی و سرویس کم نظیر مدیران و چند صد کارمند و فروشندگان ایرانی. بختیاری آتو گروپ در شمال و جنوب کالیفرنیا. سوبارو آتبک در استیونز کریک سوبارو، سن هوزه و پوینتل هیل. اتومبیل نیسان آلتیما در استیونز کریک نیسان، سن هوزه. اتومبیل اینفینیتی در استیونز کریک اینفینیتی سن هوزه. هاندا آکورد در هاندا آف هالیوود. اتومبیل فورد، فور ویل درایو در هانتینگتون بیچ فورد. برای تهیه بهترین اتومبیل ها هاندا، نیسان، فورد، اینفینیتی و سوبارو از شعبه ها و نمایندگی های ما دیدن فرمایید. نشانه موفقیت پایداری است.
و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن‌حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دیجی. تلفن 408-866-6400. خب در خدمت جناب آقای بیژن خان افتخاری هستیم و در مورد مسائل مختلف که این یکیش دیگه سرگرمی نبود برای جمهوری اسلامی، ما رو ترغیب کرد، ما رو تعقیب کرد قضیه نیکاح شاه کرمی. مستندی که بی بی سی ساخته بود واقعا دیدنی بود و ریزکاری زیادی داشت و عیبای اون خود مستند هم خود بی بی سی دیده بود، میگه کجاها ما اشتباه کردیم. این خیلی جالب بود. جناب بیژن خان افتخاری بفرمایید قضیه چی بود؟ عرض کنم خدمتون که جناب دلدار گرامی، من فکر میکنم دوستانی که اینو برنامه ها رو تعریف میکنن احتمال خیلی زیاد این گزارش رو دیدن و خوندن و هر کدومشون یک دیدگاهی راجع به اون دارن. من نمیخوام راجع به مستند بی بی سی صحبت کنم، من میخوام راجع به نیکا صحبت کنم، راجع به نیکاها صحبت بکنم، راجع به مهساها صحبت بکنم. دقت فرمودید، شاید واقعا 80-90% این عزیزانی که توسط جلادان جمهوری اسلامی کشته میشن زیر 20 سالن یا حدود 20 سالن. این دختر زیبا 16 سالش بوده. بعد میخوام یه نکته رو یادآوری کنم دوستان گرامی، من خودم رو عرض میکنم دیگه، آره شما میتونید در مورد خودتون قضاوت بفرمایید. این دعوا با جمهوری اسلامی دعوای ماها بوده، ماها آمدی به هر دلیلی این دعوا رو منتقل کردی به نسل بعدی ما. آقا قشنگ گفتی، آقا عجب نکته رو دیدید. نه خیلی قشنگ بود، خیلی قشنگ. این یه تاچ پوینت قشنگی زدید. بله، نسل بعدی هم منتقل کرده به نسل بعدی، یعنی دعوامونو، دعوایی که ما باید میکردیم و بهاش رو میپرداختیم، انداختیم گردن این نسل. درست، این هم که دارن به جای ما میجنگن. ما عمدتاً به فکر عافیت طلبی بودیم ولی اینا وایسادن و میجنگن. تا کی ما میخوایم به بچه هامون بگیم که نکن آقا ببین نیکا رو؟ مگه فکر میکنید پدر مادر نیکا مثلا دلشون نمیخواست که این دختر بزرگ بشه، نمیدونم پزشک بشه، مهندس بشه، نرس بشه، هرچی که بشه، و یه زندگی طبیعی و خوشحال رو داشته باشه، اگر علاقه داشت ازدواج کنه یا با هر کسی که دوست داشت زندگی کنه، اگر علاقه داشت فرزند داشته باشه؟ اینا نداشتن این پدر مادر؟ این همچین علاقه نه، فقط من و شما داریم. اما این بچه ها دیگه نمیشینن تماشا کنن. ماها در یه سیستم بزرگ شدیم که همیشه فکر کردیم آقا مملکت صاحب داره دیگه، به تو چه مربوطه؟ اما اینا دیگه نمی کنن اینطوری، اینا مملکت و مال خودشون می دونن، اینا ایران رو پس می گیرن. ماها بیل کردیم. من اصلا اولا نمی خواهم به شما توهین کنم، ولی افرادی مثل من وظیفه‌شون رو انجام ندادن، فقط عافیت طلبی. درست.
حالا امروز این نسل داره مبارزه میکنه، حالا میخوایم چیکار کنیم؟ تکلیف رو با خودمون حداقل میتونیم روشن کنیم که آقا من در این دعوایی که مال من بود، من خودم کشیدم کنار، حالا نوه های من دارم وارد میدون میشن، من میخوام چیکار کنم؟ باز هم میخوام خودم رو بزنم به کوچه علی چپ و بگم این دعوا به من ربطی نداره. به من چی؟ نیکا رو گرفتن، پشتن، زجر دادن، بهش تجاوز کردن، دختر 16 ساله رو، و به استناد خود نوشته هاشون تا لحظه آخر عمرش این بچه مبارزه میکرده، سکوت نمیکرده، نمیگفته آقا معذرت میخوام، ببخشید من نفهمیدم. مثل شیر تو دل اینا بوده. آفرین آفرین. بابت این جونش هم گذاشته. ما الان بشینیم بگیم که آقای افتخاری بذار یه نکات قشنگی بگید، بعد نیست که یه یادآوری کنیم، میگی تا آخرین لحظه زندگیش بذار خدمتم اساس اعتراف همون سه نفری که تو ون بودن و این کشتندش، یکیشون میگه که من دیدم اون طرف دستش کرد تو شورت نیکا شاکرمی، این دختر چه غیرت داشته با لگد میزنه تو صورت یارو. یعنی تا آخرین لحظه، جناب افتخار قشنگ گفتید، تا آخرین لحظه مقاومت میکنه و تسلیم نمیشه و با لگد میزنه تو صورت مأمور امنیتی از این لباس شخصی ها و اون شروع میکنه به زدنش، انقدر میزنتش که میکشتش. بفرمایید، قشنگ گفتید، تا آخرین لحظه مبارزه کرد، مقاومت کرد و تسلیم نشد. بفرمایید. خب این به ما چی میگه جناب دلداری گرامی؟ آیا ما واقعا هنوز انسان‌های ما قبل تاریخی هستیم که این ماجرا رو بشنویم، ببینیم یک دختر 16 ساله به اندازه نصف ملت ایران غیرت داره، شجاعت داره، و بگذاریم و دیگه خیلی هنر کنیم بگیم آخه حیوانکی بابا چرا این کار رو میکنیم؟ یا اینکه از درون این میتونیم یک حماسه درست کنیم، یه تلنگر به غیرت خودمون بزنیم. غیرت هم منظورم غیرت مرد و زن و اینا نیست، اون عرق وطن دوستی و اون کرامت انسانی که اینطور میره زیر سوال رو ما باید باش چیکار کنیم؟ باز خودمون رو سرگرم کنیم که ببینیم مثلا تاجزاده الان با شاهزاده چیکار داره میکنه، باز سرگرم بشیم که آیا مرحوم مصدق با شاه فقید درست عمل کرد یا نکرد. باز برگردیم ببینیم نادرشاه اون موقع که به هند حمله کرد خیلی کار خوبی کرد یا خیلی کار بدی کرد. باز سرمون رو مثل کپک تو برف بکنیم یا از این بچه یه چیزی یاد بگیر؟ عجیب بوده، عجیب بوده. من اصلا وقتی که این داستان شد، طرف خودش اعتراف کرده، طرف خودش میگه آره، البته میگه حالا من دستم تو باسنش کرده بود، حالا عجیب کرده فرق نمیکنه. فکر کرده بهتر حالا بگه من تو نمیدونم فلان نکردم باسنشو، و اون یکی هم دیده و آقا رو که گزارش نوشتن بازجویی کردن تو پروندهش، مرتیکه حیوان، حیوان دختر 15-16 ساله به اسارت گرفته، سه تا مرد گردن کلوف، میگه آره من دیدمش، حشری شدم، تو پرانتز نشه تهیج شدم. آخه اینا چه مونایین؟ دختره رو دیدن میخواست تو... الله اکبر. بفرما آقای افتخاری، من ببخشید، من به قول شما غیرتی، منم واقعا تهیج میشم. اینا شرافت یک حیوان رو ندارن، چون حیوان این کار رو نمی کنه. من از اینا همیشه با نام مادون حیوان نام میبرم، چون واقعا شما هیچ حیوان رو نمیبینید که بخواد اینجوری با یه همنوع خودش رفتار بکنه، ولی اینا میکنن. میخوام عرض بکنم که، و دیگه بیشتر از اینم ادامه نمیدم، که عزیزان داخل کشور،
این دعوا رو که مال ما بوده، دستگلی بوده که ما به آب دادیم، منتقل کردیم به نوه هامون و اونا امروز بها میپردازن با جونشون، چون وضعیت جوریست که برای جوانها قابل تحمل نیست، یا خودکشی میکنن یا درگیر میشن یا نابود میشن، معتاد میشن. اینا رو ما کردیم. حالا میخواییم چیکار کنیم؟ دیگه بقیهش با خودتون. حالا آقای مشکل میدونی چیه؟ ماها به هر حال نسل ما مبارزه که ما اشتباه کردیم، مبارزه هم کردیم نتونستیم. آقای دربارم راست میگید، دعوام با ما بوده ولی خب نتونستیم. دلیلش هم میدونی نتونستنش چیه؟ دلیلش اینه که آقای آخوند در رأس اونا رهبر معظم انقلاب تمام بودجه مملکت رو برای حفظ خودش نگه داشته. ببینید، یه لشکری درست کرده، یه سپاهی درست کرده با چند صد هزار عضو، با بهترین امکانات ممکنه. این سپاه برای چیه؟ برای حفاظت از خودشه. سپاه پاسداران برای چیه؟ به ارتش نداریم ما. میگه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یعنی میلیاردها میلیارد دلار خرج میشه تا خرخره اینا رو مسلح میکنن برای سرکوب مردم، و هزینه تمام مملکت میره برای صرف حفاظت از این حکومت. مثلا خودتون اهل بودجه دیگه آقای افتخاری، بفرمایید جریان مثلا امسال آقای خامنه چقدر پول به این سپاه پاسداران داره میده؟ بله، من اتفاقا یک مطالبی رو آماده کردم با شما عزیزان در میون بگذارم. سعی میکنم سریع بگم که وقت زیاد تلف نشه. ببینید، این شما رو که جلوی شما میذارم بر اساس استخراج من از بودجه امسال 1403 جمهوری اسلامی است. اگر ملاحظه بفرمایید، جمهوری اسلامی معتقده که میتونه روزانه 1,500,000 بشکه نفت صادر بود. روزانه 1,500,000 بشکه نفت صادر کنه و معتقده که هر بشکه نفت رو به طور متوسط 70 دلار خواهد فروخت. پس معتقده در اساس بودجهش روزانه 105 میلیون دلار درآمد حاصل از فروش نفت داره. 105 میلیون در روز. چجوری حساب کردیم؟ گفت روزی 1,500,000 بشکه میفروشم، هر بشکه رو 70 دلار میفروشم، میشه 105 میلیون دلار در روز. 105 میلیون دلار رو ضرب در 360 روز میکنیم که ببینیم یک سال چقدره. 37 میلیارد دلار انتظار دارن که از فروش نفت درآمد داشته باشه. پس این چیزیست که قرار از فروش نفت به دست بیاد. اما چه اتفاقی داره میفته؟ این جالبه برای شما عرض بکنم که در همون بودجه این اعداد به عنوان پولهایی که باید به جمهوری اسلامی داده بشه مطرح هست. نمیدونم تونستم من اینو شیر. بله بله بله، کاملا واضح فرمودید و قابل فهم. بفرمید. بله بله. حالا اینم بودجه است که برای سپاه پاسداران در نظر گرفته شده. ملاحظه میفرمایید، میگه در سه بخش به سپاه پاسداران قرار بودجه داده بشه. یک، ردیف اصلی یا بودجه مستقیم نیروهای مسلح 469,000 میلیارد تومان. بخش تقویت بنیه دفاعی از محل فروش نفت خامی که به خودشون میدن بفروشن 142,000 میلیارد تومان. یادتون باشه هر 1,000 میلیارد تومان حدوداً 20 میلیون دلار. مثلا اینجا 469,000 در 20 میلیون دلار بعد بکنید، میشه یه چیز نزدیک به 11 میلیارد دلار.
بخش تقویت از محل فروش نفت 142 رو باید زد در 20 میلیون دلار بکنید، میشه نزدیک 3 میلیارد دلار. و بخش توسعه امنیت پایدار مختص نیروهای مسلح 1 میلیارد و 800 میلیون یورو برابر با 1 میلیارد و 900 میلیون دلار. اینا رو بیاریم عددش رو بخوایم کنار هم قرار بدیم، میشه حدوداً 15 میلیارد دلار. 15 میلیارد دلار قرار هستش که از چقدر پولی که داشتیم، اگر دقت بفرمایید، از این رقم، یعنی از 35 میلیارد دلاری که مملکت در میاره، 15 میلیاردش رو مستقیم میخواد در اختیار سپاه پاسداران قرار بده. یعنی اینطوری بگیم که تقریبا یک سوم بودجه، همین، ببخشید، مثلا نصف یه ذره کمتر بودجه، چون 37 میلیارد دیگه، درست، درآمد نفتی 37 میلیارد، 15 میلیارد دلارش میره واسه سپاه، بقیه‌اش میمونه مملکت دیگه. شما بگید آموزش پرورش، بهداشت، جاده سازی، راه سازی، برق، آب، دیگه خودتون حدس بزنید. نصف بودجه نفتی مملکت رو سپاه میخوره. بله. خب بعد شما انتظار دارید که در ایران وضعیت اقتصادی خوب بشه؟ نه. اینه وضعیت اقتصادی جامعه. عالی بود جناب آقای افتخاری، عالی بود. همینی میگم که نمیشه این رژیم رو به سادگی نمیشه، چون همه پول مملکت داده اسلحه برای کشتن خود مردم، برای اینکه مردم سر بلند کردن بکشندشون. خب نمیشه لامصب با دست خالی این آخونده رو تکونش داد. ولی کن یواش یواش ببینید، من حقیقتش دارم به تو میگم، با این تفاصیلی که شما میکنید، مسائلی که مملکت هست من تعقیب میکنم، من میبینم ستونهای قدرت در هر حال تمام 37 میلیارد دلار هم بدن به سپاه پاسداران، من به رأی العین دارم میبینم ستونهای قدرت حکومت جمهوری اسلامی داره میلرزه، موریانه از زیر داره میپوسونتشون. سپاسگزارم جناب آقای بیژن خان افتخاری، ممنونم از اینکه حضور داشتید. سپاسگزارم و تماشاگران عزیز که با ما بودن. سپاسگزارم از جناب آقای سپهر خسروی، کارگردان فنی، که من میبینم خانم زیبا هم در کنارشون هستن، اسمشون زیبا هستن، که خانم زیبایی، حالا آقای خسرو شب میره خونه میگه خانم زیبایی چی بود بغل دست تو، خانم زیبا که اسمشون هست، همکار تازه ما هستن، در اتاق فرمان میبینم دارن کار میکنن باشون، و بهرحال ازشون سپاسگزارم و یک سپاس دارم، سپاس ویژه و یک درود دارم، درود بی پایان بر ایزد یکتا که به ما جان داد تا فدای ایران کنیم. شب روزتون خوش.